فصل 13 هم. وقتی عیسی از معبد خارج میشد، یکی از شاگردان به او گفت: ای استاد، به این سنگ ها و ساختمان های بزرگ نگاه کن. عیسی به او فرمود: این ساختمان های بزرگ را میبینی؟ هیچ یک از سنگ های آن روی سنگ دیگری باقی نخواهد ماند، بلکه همه زیر و رو خواهند شد. وقتی عیسی در کوه زیتون روبروی معبد نشسته بود، پتروس و یعقوب و یوحنا و اندریاس به طور خصوصی به او گفتند: به ما بگو، این در چه وقت اتفاق خواهد افتاد؟ علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟ عیسی در جواب آنها فرمود: مواظب باشید که کسی شما را گمراه نکند. بسیاری به نام من آمده خواهند گفت من او هستم و افراد بسیاری را گمراه خواهند ساخت. وقتی صدای جنگ را از نزدیک بشنوید یا اخبار جنگ در جاهای دور به گوشتان برسد، هراسان نشوید. این چیزها باید اتفاق بیفتد، اما هنوز آخر کار نیست. ملتی با ملتی دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد و در جاهای بسیار زمین لرزه ها روی می دهد و خشکسالی خواهد شد. این چیزها علائم شروع دردی مانند درد زایمان است. اما مواظب خودتان باشید. شما را برای محاکمه به شوراها خواهند کشانید و در کنیسه ها شلاق خواهند زد. به خاطر من شما را به حضور حکمرانان و پادشاهان خواهند برد تا در مقابل آنها شهادت دهید. اول باید انجیل به تمام ملت ها برسد. پس وقتی شما را دستگیر می کنند و تسلیم می نمایند، ناراحت نشوید که چه بگویید، بلکه آنچه در آن ساعت به وسیله روح القدس به شما گفته می شود، همان را بگویید. چون اوست که سخن می گوید، نه شما. برادر برادر را تسلیم مرگ خواهد کرد و پدر فرزند را. فرزندان علیه والدین خود طغیان خواهند کرد و آنان را به کشتن خواهند داد. همه مردم به خاطر اینکه نام من بر شماست از شما رویگردان خواهند شد، اما هر که تا به آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. اما هرگاه آن مکروه ویرانی را در جایی که نباید باشد مستقر ببینید، شنونده بداند مقصود چیست. کسانی که در یهودیه هستند به کوه‌ها فرار کنند. اگر کسی در پشت بام خانه‌ای است، نباید برای بردن چیزی پایین بیاید و وارد خانه شود، و اگر در مزرعه است، نباید برای برداشتن لباس برگردد. آن روزها برای زنان آبستن و یا شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که این چیزها در زمستان پیش نیاید، زیرا در آن روزها چنان مصیبتی روی خواهد نمود که از زمانی که خدا دنیا را آفرید تا به حال مثل آن دیده نشده و دیگر هم دیده نخواهد شد. اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه کرده است. پس اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا و یا آنجاست، باور نکنید. مسیح ها و پیامبران دروغین ظهور خواهند کرد و چنان علامات و معجزاتی خواهند نمود که اگر ممکن باشد برگزیدگان خدا را گمراه کنند. مواظب خودتان باشید. من شما را از همه این چیزها قبلاً باخبر کردم. اما در آن روزها بعد از آن مصیبت‌ها آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نخواهد درخشید. ستاره‌ها از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان متزلزل خواهند شد. آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت عظیم و جاه و جلال بر ابرها می آید. او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان خود را در چهار گوشه عالم از دورترین نقاط زمین تا
تا دورترین حدود آسمان جمع خواهد کرد. از درخت انجیر درس بگیرید. وقتی شاخه هایش سبز و شاداب می شوند و برگ می آورند، می دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق، وقتی وقوع این چیزها را ببینید، مطمئن باشید که نزدیک بلکه در آستانه در است. یقین بدانید، قبل از اینکه زندگی این نسل به سر آید، همه این امور اتفاق خواهد افتاد. آسمان و زمین از بین خواهد رفت. اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آگاه است. هوشیار و آگاه باشید، شما نمی دانید آن زمان کی می آید. آمدن آن روز مانند شخصی است که به سفر رفته، و خانه خود را به خادمان سپرده است، تا هر کس کار خود را انجام دهد و به دربان سپرده است که گوش به زنگ باشد. پس بیدار باشید، چون نمی دانید که صاحب خانه کی می آید، شب یا نصف شب، وقت سحر یا سپید دم. مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند. آنچه را به شما می گویم به همه می گویم. بیدار باشید.